The coolest intro ever. Hello again, everybody. Here I am with another video. Did you miss me? So, yeah, ever since the hashtag the promised savior has been trending on Twitter and other social networks, I see a lot of questions on Twitter, on Facebook, on Quora, on different social networks about the fact that who is Mahdi? And so I have found a video clip of a researcher from Iran who explains a little bit about it, and I'll add the English subtitles for you so you can understand. Hopefully it will give you a bit of an insight and knowledge. Let's have a look. By the way, the researcher's name is Mr. Raifipur, and that speech I think is in a seminar in some of the universities in Iran. I'm not sure which one, but I'll put a link in the description to his website and his social media account. If you want to contact him or ask him questions or something, you can do so by looking at the description. باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت به گشاید. شما فرمان شما رو بشارت میدم به مهدی. اهل آسمان و زمین از او راضی هستن و در رضا هست. لقب هم داره. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، این لطافت که تو داری همه غمها به صدا. صورت به شدت شبیه پیامبران ایشان. صورت ایشان اسماعیلی، هیکلشان بنی اسرائیلی. سیرت، ذات، خلقیات خود پیامبر. این آقا رسول الله می جنگه. آقا امیران ما می فهمد در جنگ ها هیچ کس از پیامبر نزدیکتر به دشمن نبود. میگه من علی می دویدم برسم بهش. این آقا رسول الله می جنگه. مثلا در مورد امام زمان عجل الله ما داریم، میگه که این پنج تن و تسعة المعصومین من ولد الحسین و نه تا معصوم از فرزندان چی؟ امام حسین. و تاسعهم افضل، اون نهمی افضل بر بقیه‌ش. میدونی که همه معجزه تمام انبیا نزد اوست. آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. انگشتر از سلیمان، عصای موسی، همه اینها در مجموع سوره کهف اومده هستن در مورد امام زمان حرف بزن. عمر طولانی، علمی بسیار عجیب که شما در پیغمبر اولوالعزمش هم ندیدید، و حاکمیت بر شرق و غرب و پایان یأجوج و مأجوج. امیران مومنین فرمود در توصیف او، آقا با خود عهد می‌بندد که اگرچه حاکم و رهبر جامعه بشری است، ولی همانند رعیت خود راه برود و مانند آنها بپوشد و بر مرکبی همچون مرکب آنها سوار شود و به کم قناعت کند حتی بیشتر از اون. یعنی تو اون عصر
او آقا امیرالمومنین زندگی خواهد کرد، او ابو ترابی خواهد کرد. بله امام یعنی این دیگه، امام بزن فرمات امام آن همدم همراه، انیس و رفیق، انیس و رفیق، الوالد و شفیق، اون پدر دلسوز و مهربان و برادر اخو شقیق، برادر تنی که پشت برادرشه، مامانند مادر دلسوز برای فرزند خورسال است و پناهگاه بندگان در آقای هولناک. دست پیامبر ما داریم، امتش به او پناه میبرند، یه جوری میریزن دورش، دورش جمع میشن، این زنبورایی که به ملکشون پناه میبرند، میرن که دست بکشه رو سرشون. اینطوری یک مقبولیت عجیبی هم حضرت بدون کن. هرچه دل آرام دید از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص هرچه در این دام رفت، یادتو میرفت و ما جوری ایشون رو دوستش دارن. میدونید ظهور که شکل میگیره، حضرت یک سخنرانی در مسجد کوفه داره، میگه آقا داره سخنرانی میکنه، هیچی به حرفاش گوش نمیده. ای کجاش قشنگ، همه دارن گریه میکنن فقط خودشون. میگه فقط دارن نگاش میکنن، عشق میریزن همینطور، فقط دارن نگاش میکنن. بعد اصلا حواسشون به صحبت حضرت پرت شده، نمیتونن، جاذبه به وجود داره، میگه عشق میزن، عشق شوق، همیشه دارن نگاش میکنن، کیف میکنن، لذت میبرن. وقتی امیر مومنان بالا منبر میفهمه شوقن لرؤیته، من علی مشتاقم، تو چرا گریه میکنی؟ فهمه شوقن لرؤیته. میگه تو بهشت تو خودنمایی میکنن، همه توجه چه برسه بر روی زمین. So yeah, that was it again for this video. I hope you enjoyed it. Since I don't know what time it is when you're watching this, I'll just say good evening, good afternoon, good night, good morning, and all the rest of the good stuff. And like and subscribe and all the... Yeah. Bye.